سعید تو مدت بازداشتش ببین اصلا فقط ما از نظر پزشکی میخوان، چون الان این کیسه که فقط میتونه به ما قوت بده. سعید مورد تجاوز قرار گرفته چون کم سن بوده. خبر داری که توی روزنامه تایمز لندن دو سه روز پیش روز شنبه یه گزارش در مورد یه پسر 15 ساله از سنسال ایران چاپ شده؟ روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره یه روز شنبه 31 مرداد ماه مطلبی با عنوان گرفتاری یک نوجوان 15 ساله در زندانهای ایران منتشر میکند. تایمز در این مطلب به تشریح وقوع تجاوز جنسی به یک پسر 15 ساله پرداخته و با استفاده از ابهام موجود در این اتفاق مدعی شد که رضا نوجوان ایرانی در زندان بارها مورد تجاوز قرار گرفته است. نویسنده این مطلب در انتها اشاره میکند که رضا نام واقعی این نوجوان نیست، بلکه نام مستعاری است که قرار است در آینده فاش شود. در واقع نویسنده این مقاله یک سناریوی کثیف و دروغین را شرح می‌دهد که هنوز به وقوع نپیوسته و قرار است که به زودی اجرا شود. تایمز در این داستان غم‌انگیز سعی می‌کند با استفاده از ادعای مهدی کروبی در خصوص تجاوز به زندانیان در زندان‌های ایران فضای موجود را پرتنش القا کند، ولی خیلی زود پشت پرده این نمایش فاش می‌شود. اما پشت پرده این نمایش پیچیده تبلیغاتی چیست؟ وحید صادقی یکی از افرادی است که مسئولیت اجرای بخش‌هایی از این پروژه کثیف به عهده اوست. تماس‌های تلفنی وحید صادقی ارتباط وی را با شیرین عبادی، نوری زاده و روزنامه تایمز فاش می‌کند. حتی با شیرین عبادی من حرف زدم که شیرین الان آمریکاست. که در اومد گفت دلت نمی‌خواد من ایران مثلا اون خب حرف منو 100% قبول داره. دلت نمی‌خواد من تو ایران کاری بکنیم؟ گفتم نه شیرین جان. خانم عبادی اون بچه کم سنه و ما اگر جون اون رو نجاتم بدیم بعد برای خانواده‌اش دردسر بشه. دوستی الان با من است، خصوصا همه تو میدید مجید وحید صادقی روی تنش با اسید نوشتن مصدق خاتمی، چون تصویر مصدق خاتمی رو در شیراز چاپ کرده. در کدوم جامعه بشری با اسید تن انسانی رو میسوزونن؟ وحید صادقی که از عناصر منصوب به ملی مذهبی هاست، به دلیل جذب‌سازی و گرفتن پناهندگی سیاسی در سال 1381 به کمک یکی از دوستانش به خود آزاری دست داده است. استاندار وقت فارس در دولت اصلاحات با فرافکنی قصد به انحراف کشیدن این پروژه تبلیغاتی را داشت و بارها سعی کرده بود آزار وحید صادقی را به گروه‌های فشار منسوب کند، اما تعدد مدارک و اسناد به دست آمده در خصوص خود آزاری استاندار را مجبور به موضع‌گیری مختصری در این زمینه کرد. استاندار وقت فارس در همان سال مجبور شد در یک سخنرانی وحید صادقی را فردی ماجراجو معرفی کند که با خود آزاری قصد تشویش افکار عمومی و دریافت پناهندگی را داشته است. وحید صادقی که 7 سال قبل با یک سناریوی ساختگی توانسته بود از کشور خارج شود و از دولت انگلیس پناهندگی سیاسی دریافت کند، تخصص ویژه‌ای در طراحی سناریوهای ساختگی برای دریافت این نوع پناهندگی‌ها به دست آورده و به همین جهت است که وی برای اجرای بخش‌هایی از سناریوی دروغین تجاوز به زندانیان انتخاب می‌شود و پس از آنکه مطلع می‌شود فردی به نام آیت قصد دارد برادر 15 ساله خود را برای تحصیل و ورزش به انگلیس بفرستد، به فکر طراحی یک سناریوی کثیف می‌افتد. سعید برادر آیت قرار است در نمایش روزنامه تایمز لندن نقش رضا را بازی کند، همان رضایی که وجود خارجی ندارد اما در روزنامه عنوان شده است که مورد تجاوز واقع شده است. من سر گذشته به دنبالی بودم که برادر کوچیکم را برای تحصیل و ورزش به کشور انگلیس بفرستم که متاسفانه شرکتی که برای این کار باش قرارداد بستم خدا بردار از آن در اومد. فرابوتو شرکتی چی کار کنه؟ من رو بسرسته من رو بسرسته در این که چند روز پیش شخصی به نام وحید صادقی که از برنامه من برای فرستادن برادرم به انگلیس رو خبر شده بود به من تماس گرفت و گفت تحت شرایط میتونه برادرمو بدون اینکه هزینه پرداخت کنم و یا پود بدن به انگلیس میبره و حتی قول ده اگه باش همکاری کنم 20,000 پوند به من جایزه میده به عنوان پاداش. نمیدونم به خاطر چیست 20,000 پوند هم میخواست من بده. حتی منو میفهمی؟ این فقط برای پرونده، فقط این برای پرونده پلیسشه، نه برای هیچ جای دیگه.
بعید مورد تجاوز قرار گرفته. و ما بعد از سخنان آقای کروبی بعد از 20 روز که می رفتیم دادگاه و می اومدیم از ما یه سند گرفتن به مبلغ 60 میلیون تومان. و از اون خواست که در اندازی برنامه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی با انگلیس همکاری کنیم. وقتی درباره موضوع از اشتهاد گرفتم گفت تو باید ادعا کنی که درشت در اختشاشات بعد از انتخابات دستگیر شده و در زندان تجاوز جنسی و آزار جنسی قرار گرفت. در شما اهل سیتونی ها هست؟ میتونه که فوتبال وزی میکنه هم اهل هم یه فتح دعوا اصلا 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 بعد تو برگیری و بعد انتخابات اصلا 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 من خودم نداشتم. حالا اومدیم ما سعید فرستاریم، سعید خواهی چه اتفاق اونجا برش نیفتده بیاد اونجا معاینش بکنه. من بیشتون عزیز من ایشت رو معاینه نمی کنه، هر کاری هم دارتم باشه بکنه خود ما از این چی میتونی چی کار بکنه. یعنی اون تحصول حمایه ما متوجه هستی چی میگرم؟ بله اون تحصول حمایه ما بعض اون وعید پیشنهادی به من داد که از چنگنش بسیار شوکه شدم. او باید برادرت رو پیش دکتر مطمئن ببری تا او را تحت عمل جراحی قرار بده و بدون اینکه خودش متوجه بشه او بیروش کنن بشکفن پس بعدم بخیه بزنن تا اینطور به نظر بیاد که مورد تجاوز قرار گرفته. یه خانم دکتریه که شما بهش اعتماد دارید و دوست تون بوده و میاد سعید الان توی روی روستا هست و از شیراز تو بردیش بیرون و داری مواظبتش میکنه و دکتر ویزیتش میکنه و گفته من اون گزارش رو مینویسم. حالا اون دکتر شما دختری یا مرده که میتونید ازش نامه بگیرید؟ والله دکتری که من نمیدونم، من دکتری ندارم ولی خودتون دیگه نمیشه. چند روز پیش ترسه که از آشنا از انگلستان با من تماس گرفته شد بعد من خواست که کتابش که مطمئن پیدا کنم تا عمل جراحی روی پسر 14-15 سال انجام میده. من یه دکتر امینی رو بخوام مثلا حالا دکتر باشه پرستار باشه چون که اصلا کار خلاف بکنه پول بگیره مثلا ما بخوام که یه کیسی رو بفرستیم پیشش مثلا از مثلا دیدی عمل دوختن ما میخوایم مثلا برای یه پسری بره پیشش که مثلا بدون که خود پسر هم بکنه یه چی موضعی براش درست کنه بعد مثلا از نظر هم پشتش خب براش جوری جراحی نه حالت خشی بندازه که مثلا حالت همون که خودت میدونی صورت گرفت. توی شرایط بود که متوجه شدم و این بانکاری روزنامه تنگ لندن داستان دروغی اینو برابرم رو چاپ کرده. توی یکی از مکالمه تلفنیش به من گفت که برای اینکه موضوع لونره اسم اون نوجوان عوض کردی مثل این که به اسم رضا داستان منتشر کرده بودن. و امروز سعید یا همان رضا آسوده در ایران است و سناریوی رسوایی تایمز روی دست باند بی بی سی و وی او ای در آن سوی مرزها که اگر نبود هوشیاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نه تنها این سناریویشون به اجرا در می آمد بلکه سعید در ابتدای راهی بود که انتهای آن چیزی جز تباهی نبود.
و اکنون این وظیفه دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور است که با این سناریو سازی های رسانه‌ای برخوردی حقوقی و قضایی داشته باشد.